سلام بچه ها، مخلصم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. میخوایم که داشته باشیم یه بخش از آنباکسینگ دستگاه های مختلف روز دنیا رو. این دستگاه از برند اینک اینه و کمپانی MRT. کمپانی MRT اسپانسر این بخش از برنامه شده و قراره که این دستگاه رو بهتون معرفی کنیم. حالا طبق چیزهایی که تو این دستگاه نوشته بذارید عکسش رو بهتون نشون بدم. عکس این دستگاه یه چیز تو مایه های روتاریه، یعنی روتاریه و استرودی دستگاه 3.5 تقریبا وزن متعادلی داره، 6 ماه هم گارانتی داره و میریم که بستر رو باز کنیم با هم دیگه نگاه کنیم که به چه صورته. خب بچه ها، میریم برای اینکه داخل محتویات بستر ببینیم که چی داریم و چی نداریم. بستر که باز میکنیم به این شکل با یه دستگاه مواجه میشیم. یه دستگاه خیلی خوشگل با یه طراحی خیلی خوب، Made in Japan، و مشخصات دستگاه که لاینر و شیدر رنگش. حالا ما بقیه داستان که میخوام همش رو الان بهتون توضیح بدم. میریم سراغ دستگاه و دستگاه رو با هم دیگه نگاه میکنیم. یه دستگاه خیلی خوشگله، رنگ خیلی خوب و یه گریپ همراه خودش رو داره که میتونه گریپ خیلی جذابی باشه. بچه ها به این نکته دقت کنید، این دستگاه فقط کارتریج استفاده میشه و باید از سوزنهای کارتریج استفاده کنید که میتونه خیلی کمک کنه بهتون. بریم ببینیم داخل دستگاه دیگه چی هم میتونیم داشته باشه. خب توی دستگاه یه دونه، یعنی توی بسته‌ای که ما داریم یه دونه برگه هست، حالا به این شکل که میتونه اطلاعات دستگاه رو بهمون بده. یه دونه کابل RCA هست که این هم خیلی نکته خوبیه، میتونه کمک کنه که ما جداگونه نریم سراغ این که یه دونه کابل بخریم و هزینه اضافی داشته باشیم. میخوام که دستگاه رو براتون روشن کنم ببینیم که به چه صورته و سوزن‌ها رو بهش وصل کنم رو ببینیم که کارش چطوره. بذارید اینا هم بزنم کنار. یک کابل با کیفیت خیلی بالا داریم اینجا. طولش هم یه چیز هلوهوشه، فکر کنم 1.5 متر باشه، 2 متر، 1.5 متر باشه. دستگاه رو روشن میکنیم و یه چیز خیلی پرقدرت. الان ترانس هم، یعنی قدرت ترانس هم روی 2، چیز خیلی خوبیه. میریم بالاتر، 3، 4، 5 و چیزی که توی دست منه و صدایی که من از این دستگاه دارم میشنوم میتونم بهتون بگم که میتونه لاین خیلی خوبی بهتون بده و میتونه شید خیلی خوبی هم بهتون بده. و حالا طبق استرویی که اینجا نوشته، چیزی که اینجا نوشته، نوشته شده که استروی 3.5 میلیمتری که میتونه برای به اصطلاح لاین تقریبا خوب باشه، ولی بیشتر میشه باهاش کارهای سایه انجام داد. و این قدرت دستگاهی که الان توی دست منه و روشنه قطعا این رو نشون میده که به چه صورته. یه گریپ داریم اینجا. این گریپ چیکار میکنه؟ یه گریپ سرخوده و حالت چرخشی داره که میتونه ابعاد سوزنتون رو تنظیم کنه. این میتونه خیلی بهتون کمک کنه توی سرعت کار، زمانی که دارید کار میکنید سوزنتون رو وصل میکنید و سوزن یه مقدار حالا میاد بیرون یا میاد داخل، میتونیم سریع با این به این حالت تنظیم کنیم فاصله سوزنمون رو که حالا 2 میلیمتر، 1 میلیمتر، هر چقدر که هست به صورت کامل داشته باشیم. من یه سری سوزن هم از همین کمپانی دارم، میخوام که این سوزن رو هم براتون باز کنم. یه دونه سوزن لاین استفاده میکنم و یه دونه سوزن
فلت حالا میتونه M1 باشه، باش تست میکنم که ببینم به چه صورت. پنج RS، یه دونه پنج RS من میدارم. یک دونه هم سوزن 7 CM برمیدارم. و یه دونه هم سوزن 3 RL که بتونیم هم باهاش لاین بزنیم هم باهاش یه چند تا سایه بزنیم. بریم یه پوست مصنوعی، یه تیکه از یه پوست مصنوعی رو با خودمون داشته باشیم. یه کار قدیمی براتون آوردم، میخوام این قسمت که خالیه براتون بزنم. گفتم خیلی وقت رو تلف نکنم پوست مصنوعی سفارش بدم و اینها، گفتم که با همین کار کنیم. اولین سوزنی که میخوام براتون وصل کنم یه سوزن RL. بیاین یه کاری کنیم، چون توی این بخش از دستگاه نوشته لاینر و شیدر، اول سوزن لاینر روش تست میکنیم و بعد از اینکه سوزن لاینرمون رو تست کردیم میریم سراغ یه سوزن M1 یا CM که باهاش سایه هم بزنیم. 5 RS، 3 RL. قدرت ترانسمون رو میذاریم رو 7، یه قدرت نرماله و فکر کنم این دستگاه با قدرت 7 و با قدرت 8 روی ترانس بتونه یه لاین خیلی خوب بهمون بده. بچه رو نگاه کنید، سرعت رفت و برگشتش رو نگاه کنید و قدرتش رو نکنید. قدرتش رو کم میکنم ببینم تو حالتهای استیفینگ. خیلی جالب بود، خیلی قدرت زیادی داره و خیلی جذابه. میریم روی پوست مصنوعی یه بار کار کنیم ببینیم که روی این به چه صورت به ما خطوط رو میده. خب این از رنگمون. بذارید من این دستکش دستم کنم. خب الان میخوام براتون با سرعت 7 یه دونه یه چند تا لاین بزنم، یه چند تا حرکت باش برم ببینم آیا واقعا این دستگاه لاینره یا نه. الان این 4 میارم روی سرعت 7، عالیه. خب یه چیز خیلی جذاب داره اینکه
حالت این دستگاه اگه نگاه کنین، این حالت روچاری بودن این دستگاه میتونه خیلی بهتون کمک کنه توی تعادل نگه داشتن حرکت دستتون. یعنی میتونه بهتون کمک کنه زمانی که میخواین لاین بزنین یا سایه بزنین یه فرم خیلی خوب داشته باشین و مچتون خیلی اذیت نشه. یعنی چی؟ یعنی این بخش از کار اگه دقت کنید، این فرم گرد بودنی که داره و پهنای گریپش و این حالتهایی که توی بالای گریپش قرار داره میتونه بهتون کمک کنه که به راحتی دستگاه رو تو دستتون بگیرید و به راحتی هم از مچ سایه بزنید، هم میتونید با انگشتاتون سایه بزنید. این میتونه خیلی بهتون کمک کنه و تعادل دستگاه رو به این شکل حفظ میکنه. اصلا فکر کنم که این کابل اذیتتون نکنه، میتونید این کابل رو به این شکل بچرخونید که توی دستتون اذیتتون نکنه و خیلی راحت کارتون رو انجام بدید. یه قابلیت دیگه این گریپی که شما دارید میبینید اینه که میتونیم ما با چرخوندن این گریپ سوزنمون رو ببریم داخل. ناکنید سوزنمون رو کامل ببریم داخل و با چرخوندن این گریپ سوزنمون رو تا حد اکثر ببینیم چقدر میاد بیرون. عالی. یعنی به اصطلاح همه سوزنهای کارتریج ممکنه که فاصله های متفاوتی داشته باشن و این فاصله های متفاوت میتونه این حالت چرخوندن زیادی که این گریپ داره بهتون کمک کنه که توی همه سوزنها به این دستگاه یعنی همخونی داشته باشه و بشه باهاش کار کرد. من حالا به اندازه که میخوام به این پوست مصنوعی کار کنم سوزنم رو میارم بیرون که ما بتونیم ببینیم. خب بچه ها من یه رنگ برداشتم و میخوام که ادامه کار رو واسه تون برم. یه چند تا لاین میخوام براتون بزنم ببینیم که لاین این دستگاه به چه صورته. یه نکته راجع به این دستگاه بهتون بگم، توی بستش نوشته شده که ماکسیموم یعنی حد اکثر ولتاژی که ما باید توی این دستگاه استفاده کنیم ولتاژ 7.5. یعنی ما یعنی قدرت این دستگاه میتونه برای زدن لاین روی سرعت 6 کافی باشه. یعنی حتی 6 تا 6.5 روی ولتاژ های روی ترانس های الکتریکی که عدد های به این شکل نوشته شده، حالا بهتون نشون میدم شکلش رو که ولتاژ منظورم چیه، روی اینها شما میتونید روی عدد 6 تا 6.5 حتی لاین خیلی خوب داشته باشید و تو عدد 5 بین 5 تا 6 هم یه سایه خیلی خوب داشته باشید. میریم که یه لاین بزنیم با هم دیگه با این دستگاه. فکر کنم که خیلی چیز خوبی باشه لاینو برق خیلی خوبی به موتور میرسونه و کاملا یک نواخته. فرم حالت دستگاه یه جوریه که اصلا اذیتتون نمیکنه. برای اینکه شما یهو زمانی که دارید لاین طولانی به این شکل حرکت میکنید حرکت اضافه ای ایجاد بشه و خطتون کج بشه، میتونید یه خط خیلی صاف و تمیز رو داشته باشید. این سوزن 3RL دارم براتون کار میکنم اگه اشتباه نکنم. این سوزن 3RL که دارم این تتو رو براتون با اون میزنم. وقتی که مخزن این سوزن پر میشه و زمانی که شروع میشه و زمانی که تموم میشه اگه نگاه کنید میتونید یه لاین خیلی طولانی داشته باشید، حدود 15 سانتی متر و میتونه برای این دستگاه که معرفی شده برای حالا به صورت لاینر و شیدر چیز کافی باشه. من میخوام باهاش به صورت استیپینگ یعنی به صورت دات یه چند تا سایه بندازم ببینم آیا با اون هم میشه. ولتاژ رو میارم پایین روی 1.5 تا 2 قرار میدم و سوزنم رو میارم بیرون تر به اندازه‌ای که میخوام و رنگم رو بر میدارم و Thank you.
که من دیگه ببینیم چی کار کردی. چیزی که من دارم میبینم و میخوام بهتون نشون بدم، اگه دقت کنید لاینمونو خیلی لاین خوبی میندازه و حتی به صورت دات هم میتونیم ما با قدرت دو یک حالت استیپینگ و صورت به صورت سایه های دات ورکی داشته باشیم با سوزن آر ال. و سوزن آر ال رو به اصطلاح میتونم بگم که خوب جواب پس داد این دستگاه. میریم که یه سوزن آر اس داشته باشیم. سوزن 5 آر اس رو میخوام الان تست کنم براتون و یه چند تا سایه خیلی کوچیک براتون بندازم. ولتاژ رو میذارم روی 5. سوزن رو به اندازه‌ای که نیاز دارم میبرم داخل و دو میلیمتر. عالیه. رنگ رو بر میدارم و توی این قسمت بذاری تمیز کنم. توی این قسمت بسیار سایه نرم میزنه، خیلی سایهش خوبه. میخوام باشه لاین هم بزنم ببینم آیا لاین هم میشه باهاش زد. خیلیاتون سوال میکنید که ما با آر اس مگه میتونیم لاین بزنیم؟ بله. چرا؟ چون که الان من میخوام یه لاینی داشته باشم که از این لاین یک برابر کلوفتر باشه، یعنی دو برابر این لاین باشه، ولی سوزنش رو ندارم. با همین سوزن آر اس این کار رو میکنم. بریم تمیزش کنیم. ببینیم چه بطری به همون لاین خیلی خوب به همون داد، یه سری سایه های خیلی نرم خوبی به همون داد. سوزنمون هم که الان باش کار کردیم سوزن آر اس بود، یعنی جوابش رو خوب پس داد توی سوزن آر اس. میریم سراغ سوزن سی ام یا همون ام آر ام. یه چند تا سایه هم با این سوزن بزنیم و تستش کنیم که به چه صورت. سوزنمون رو وصل میکنیم. به به، چه صدایی داره این دستگاه. سوزنمون رو برای زدن سایه آماده میکنیم و به اندازه‌ای که میخوایم با تنظیم کردن و چرخوندن این میاریم بیرون و میبریم داخل. اندازه‌ای که من الان میخوام باهاش براتون کار کنم اندازه همون 2 میلیمتر همیشگیه و میریم که یه سایه با این سوزن هم داشته باشیم. من میخوام یه سری سایه های خیلی نرم باش بزنم ببینیم که بچه ها سعی کنید که وقتی که میخواییم با این دستگاه کار کنید یه پوست طبیعی رو پوست مصنوعی زیاد اذیتش نکنید، خیلی اذیتش نکنید که رو پوست مصنوعی بخواید کار کنید. بیشتر سعی کنید که روی پوست طبیعی ازش استفاده کنید. و میتونم بهتون بگم که این دستگاه حدود اگر روی پوست طبیعی فقط باهاش کار کنید میتونه حدود 2 سال
راحت خیلی خوب و بدون هیچ مشکلی براتون کار کنه. خود این کمپانی MRT و همین برند 6 ماه بهتون گارانتی میده و میتونید از گارانتی این دستگاه استفاده کنید و بدون هیچ نگرانی از این دستگاه استفاده کنید. من رو ولتاژ فکر کنم 4 دارم این سایه رو میزنم. بریم ببینیم رو ولتاژ 4 چه سایه‌ای بهمون داده. این رو پاک میکنیم و این رو ولتاژ 4 این سایه رو بهمون داده. این رو ولتاژ 5 و رو ولتاژ 5 این رو تست میکنیم. این رو بر میداریم و دستگاه خیلی پرقدرتیه بچه ها. حتما دقت کنید زمانی که میخواید کار کنید باهاش و سایه بزنید خیلی روی موضوع فشار دستتون دقت کنید. این میتونه خیلی مهم باشه. بالاخره قدرت دستگاه قدرت زیادیه و ممکنه که به پوست آسیب برسونه. سعی کنید که همیشه این نکته رو روی تمام دستگاه ها لحاظ کنید و دقت کنید. من میخوام یه سری سایه های نرم پرتر با یه ولتاژ بالاتر رو با همین دستگاه با هم داشته باشیم. خیلی راحت رنگ رو میگیره و خیلی راحت کار رو انجام میده. روی ولتاژ بالاتر سایه ها نرمتر شد، برای اینکه حرکت رفت و برگشت این دستگاه انقدر منظم و تنظیم شده هست که میتونه کمک کنه شما با ولتاژ، یعنی با یعنی بالا بردن درجه ترانستون و پایین آوردنش، حتی سایه هاتون رو تنظیم کنید، ولی فشار دستتون هیچ وقت یادتون نره. میخوام این بخش از کار براتون به صورت پر کردن این کار انجام بدم. ببینیم که آیا میتونه این دستگاه برامون به حالت پکینگ، به حالت پر کردن یه چیز خیلی خوب بهمون بده یا نه. من میخوام این بخش رو کاملا سیاه کنم. خب بچه ها، با ولتاژ 3.5 تا 4 این کار رو انجام دادم، این بخش رو. این رو با ولتاژ 5 انجام دادم و هم این رو هم با ولتاژ 5 و 5.5 به صورت پر کردن انجام دادم و این یه چیز خیلی ایدئال و خیلی خوبه. میگم اگر خیلی خوب از این دستگاه مراقبت کنید و خیلی خوب از این دستگاه استفاده کنید، اذیتش نکنید، روی پوست مصنوعی زیاد باهاش کار نکنید و روی پوست واقعی باهاش تتو بزنید، مطمئن باشید که میتونه خیلی راحت بدون هیچ دردسر و هیچ مشکلی تا 2 سال براتون به راحتی کار کنه. میریم که یه مقدار از اطلاعاتی که این قسمت نوشته رو هم بخونیم. نکنید نوشته لاینر و شیدر، رنگ دستگاه که خب سیاه، جنس دستگاه هم نوشته آلومینیوم و خیلی کیفیت خوب و خوشگلی داره، خیلی جذاب دستگاهش، یعنی هیچ چیز اضافه‌ای نداره دیگه. حالا اسم برند اینجا نوشته شده، بذارید من اینو بکنم. اسم برند اینجا نوشته شده، اینا رو هم بردارم که راحت بتونیم ببینیم. اسم برند اینجا نوشته شده، اسم برند این قسمت بالا که استروگ دستگاه نصب شده نوشته شده. استروگ 3.5 رو اینجا ما داریم و مدل دستگاه مدل روتاریه. عرضم به حضورتون دیگه چیزایی که باید بهتون بگم اینه که وزن دستگاه خیلی خفنه. 58 گرم وزن این دستگاه و خیلی سبکه، یعنی اصلا به قیافش نمیخوره که انقدر سبک باشه و انقدر خوب باشه. یعنی نگران این نباشید که فرم دستگاه به این شکل هست شما رو اذیت کنه که آیا این قسمت سنگینه، این قسمت سنگینه. نه، هیچ اذیتی نمیکنه و خیلی راحت میتونید با حجم این دستگاه کنار بیاید و هیچ بخشی از این دستگاه قرنیز شما رو اذیت کنه. گفتم این فرم این بخش از دستگاه هم بعد توی این قالب دست قرار میگیره که
به هیچ وقت به مچتون آسیب نمیزنه. ما بالاخره توی کار ممکنه 4 ساعت 5 ساعت یا حتی بیشتر کارمون زمان ببره و این میتونه به ما کمک کنه که ما به راحتی کار طولانی انجام بدیم. سایه باهاش زدیم، لاین باهاش زدیم، پر باهاش کردیم و اکثر کارهایی که میتونه یه دستگاه به ما بده انجام بدیم و تقریبا میشه گفت همه چی رو به ما تا اونجایی که میتونست خوب بود دیگه، یعنی خوب جواب پس داد. به این صورت یک کابل RCA میخوره که میتونه این کابل RCA شما میتونید از زمانی که حالا برق قطعی برق اگه داشته باشید یا مشکلی وجود داشته باشه میتونید از باتری استفاده کنید، باتری RCA استفاده کنید و تقریبا میتونید از باتری های RCA هر برند استفاده کنید، چون ماکسیموم ولتاژی که این دستگاه میگیره 7.5 و میتونید بدون نگرانی چی میگن یه دونه باتری تهیه کنید و از باتری استفاده کنید و همون اندازه قدرت رو این دستگاه بهتون میده. خب این دستگاهی که امروز با هم دیگه معرفی کردیم، میخوام یه سری نکته های خیلی ریز دیگر رو هم بهتون راجع به این دستگاه بگم، مثل قیمت خیلی مناسبی که این دستگاه داره. بچه ها این دستگاه میتونه برای شروع کار شما خیلی عالی باشه. میتونید نگران اینکه حجم زیادی از پول رو واسه اینکه بخواید یه دستگاه مناسب و عالی و به اصطلاح رقابت با یه سری دستگاه خوب جهانی داشته باشید رو میتونید توی این دستگاه ببینید و با یه قیمت خیلی مناسب تهیه کنید. برای اینکه اطلاعات خیلی دقیق تری راجع به قیمت این دستگاه داشته باشید میتونید هم به پیج MRT Supply مراجعه کنید، هم میتونید توی سایتشون برید، من این زیر براتون مینویسم آدرس دقیقش رو. و موضوع مهم این که این برند اسپانسر این برنامه شده و قراره که ما دستگاه خیلی زیادی از این برند رو بهتون معرفی کنیم با قیمت‌های مناسب که بدون هیچ نگرانی شما تهیه کنید و استفاده کنید و لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. اگه میخواهید که باز هم از این کارا براتون بکنم، یعنی آنباکس داشته باشیم، ویدئوهای بیشتری داشته باشیم و حالا دستگاهای بیشتری رو با هم دیگه آنباکس کنیم و معرفی کنیم و باهاشون کار کنیم، سابسکرایب کنید، لایک کنید این ویدیو رو، برام کامنت بذارید و دستگاهای مورد علاقه خودتون رو معرفی کنید که من بتونم اون دستگاه رو تهیه کنم و براتون بخش آنباکسینگ اون دستگاه رو هم داشته باشم و تمام نکته هایی که میتونه یه دستگاه داشته باشه رو بهتون معرفی کنم. خیلی مخلصم، خدا نگهدار.